بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. تاکنون 1800 آواره لبنانی در نجف اشرف عراق اسکان یافتند. احمد الفتلاوی، مدیر رسانه‌ای استانداری نجف، اعلام کرد که پس از حملات اسرائیل به لبنان، کمیته‌هایی برای استقبال از این آوارگان تشکیل شده است. تاکنون 7700 آواره لبنانی به عراق وارد شده و تعداد آنها در حال افزایش است. مقامات عراق روزانه از استقبال صدها نفر از این آوارگان خبر می‌دهند. زاینده رود در اصفهان همچنان در بحران خشکی به سر می‌برد و تصاویر پل خاجو بدون آب در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. این بحران ناشی از تغییر در بارندگی‌ها، سوء مدیریت و برداشت‌های غیرقانونی آب است. دیروز به عنوان روز نکوداشت زاینده رود نامیده شد. رودی که نمادی از فرهنگ و تاریخ اصفهان بود و اکنون به رودخانه‌ای خشک تبدیل شده است و یادآور رودی که زمانی به عنوان زندگی بخش شناخته می شد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، نسبت به خطر آغاز جنگ تمام عیار در خاورمیانه به ویژه لبنان هشدار داد. او تاکید کرد که وضعیت در این منطقه به سرعت وخیم‌تر می شود و هشدارهای سازمان ملل نادیده گرفته می شود. گوترش بر لزوم احترام به حق حاکمیت کشورها و اعلام آتش بس در غزه و لبنان تاکید کرد و بر ادامه تلاش برای حل و فصل مسائل منطقه با راه حل دو دولتی و تأمین صلح پایدار تاکید نمود.